اوراقچی ها. این وقت شب معمولاً کوچه در قرق کسانی است که بودنشان اگر هم برای کسی اهمیت دارد از آن جهت است که آنها را مزاحم، هنجارشکن، مجرم و خطرناک می دانند. اما این واقعیت انکارناپذیر هم وجود دارد. آنها گرسنه‌اند و احتیاج به غذا دارند، کاری که اکنون عده‌ای اینجا در حال انجام آن هستند. از سازمان مبارزه با گرسنگی که من اصلا نمیدونم همچین سازمانی وجود داشت تا اون لحظه به من زنگ زدن، منو تهدید کردن به دادگاه، به بازداشت و اینکه شما چرا اومدید گفتید که ما گرسنه داریم تو ایران، ما گرسنگی حاد نداریم. گفتم دوست عزیزم من نمیدونم سازمان شما چند تا پرسنل داره. گفت ما سازمانمون حدود 100 تا پرسنل داره. گفتم میشه یه روز این 100 تا پرسنلتون رو بیارید میدان شوش تا من گرسنگی حاد رو به شما نشون بدم؟ اینجا آشپزخانه مؤسسه پایان کارتون خوابی است. گویا ساکنین موقتی شبهای کوچه اوراقچی ها امشب لوبیا پلو دارند. این شامل عزیز توسط عده‌ای پخته می شود که هیچ چشم داشت مالی به کاری که انجام می دهند ندارند. از تهیه مواد اولیه تا پخت آن کاملا از طریق کمک های مردمی انجام می شود. مثلا این برنج ها با هزینه شخصی چند نفر از اعضای گروه خریده شده. گوشت‌ها را هم چند نفر دیگر تهیه کردند. لوبیا هم همینطور. و خلاصه همه آنچه امروز برای پختن لوبیا پلو لازم است را اعضای مؤسسه پایان کارتون خوابی تهیه کردن. همونطور که میبینید همه دارن کار میکنن، دیگه هم که پخت شده و غذا در حال پختنه. غذا که به پز غذا رو تو ظرف یک و مصرف میکشیم و برای کارتون خوابا میبریم. یه روزی من رفتم کنار یه جوان غذا گذاشتم تو میدون شوش، بعد تکونش دادم که پاشو غذا آوردم، دیدم جوان افتاد، دست کشتم رو نبضش، ضربان قلبش، دیدم مرده. به همین راحتی کنار من یک نفر مرده بود و مقصر مرگ اون آدم من بودم، چون من تو خونم غذا زیاد داشتم اما هیچ وقت نمی آوردم بدم به این آدم. قصه مرگ رو من بعدها برای دوستانم تعریف کردم، گفتم که تو این جامعه یه عده دارن می میرن، اما هر هفته آدم ها زیاد شدن. خب چند هفته اول من و همسرم و فرزندم بودیم، بعد خواهش کردیم اومدیم تو شبکه‌های اجتماعی به دوستانمون، به آشنایان، فقط خواهش کردیم که حتی شده لقمه نون و پنیر به ما بدید. من اعلام کردم هر کی 5 تا لقمه نون پنیر به ما بده من میام میگیرم. این گونه شد که حالا تعدادشان به بیش از 700 نفر رسیده است. در 30 شهر دیگر ایران هم گروه‌هایی را راه اندازی کردند، کارگروه‌های مختلفی را به وجود آورده‌اند. وسعت کارشان بیشتر از غذا دادن روزهای چهارشنبه است. البته کسایی که اینجا مراجعه میکنن خب ما بسته‌بندی نمیکنیم. معمولا خود افراد میان بر طبق نیازشون میان، ما ازشون سوال میکنیم شما چه چیزی احتیاج دارید و بر طبق نیازشون هر چیزی که احتیاج دارن ما در اختیارشون میذاریم، در اختیار تک تک اعضای خانواده‌شون. و به یه شکل دیگه هم داریم که خب افرادی که اینجا نیستن ما براشون بسته بندی میکنیم پگ خانوادم. سه شنبه ها را به کودکان کار اختصاص دادن، برایشان غذا درست میکنن. معمولا غذاهای مورد علاقه بچه ها، ساندویچ مرغ یا حتی ماکارونی. آنها را شناسایی و ثبت میکنن تا بدانن هر بار چه تعداد غذا، کتاب و حتی هدیه باید توزیع شود. اینجا کوچه اوراقچی شوشه. همینطور که میبینید زمان توزیع غذا رسیده و کارتون خواب توی صف ایستادن تا غذاشون رو بگیرن. به ما همین الان گفتن که جمعیتی که اومده توی صف ایستاده خیلی بیش از 300 نفره و اینکه اینم بهتون بگیم اکثر کسایی که توی صف دارید میبینید همینجا یا تو کوچه های اطراف شب و به صبح میرسونن. این مسیر خیلی وقت با احساس تنهایی کردم اما هیچ وقت تنها نبودم. همیشه آدم‌هایی کنارم بودن که میگفتن که علی ایدری نگران نباش، ما هستیم، ما داریم باهات میایم، ما نون و پنیرمون تو کیفمونه، ما آماده ایم، ما ساندویچمون رو داریم درست میکنیم، بیوف بریم جلو. و ما همیشه یه جمعیتی بودیم که داشتیم میرفتیم فقط به خاطر اینکه کسی نمیره. خیلی دلم روشنه که با پخش کردن مهربونی، با پخش کردن عشق یه فرهنگی ساخته میشه تو این مملکت که یه خورده
سختی زندگی رو بر مردم کم میکنه. آقای علی حیدری، ما هم با شما هستیم. با ما تماس بگیرید، با تلویزیون اندیشه تماس بگیرید و ما هر کاری از دستمون بر بیاد برای شما و برای کار خیری که جمعیت شما انجام میده انجام خواهیم داد. و قدر شناس شما انسان دوستانی هستیم که با جامعه در ارتباط تنگاتنگ هستید و خود شما به صورت خودکفا دارید به دردهای جامعه میرسید. اونایی که میخوان برن به صندوق رای به این واقعیت ها توجه بکنن، نه به سخنان عوام فریبانی باندهای درون حکومتی.